سلام. راستش نشسته بودم که یهو یه سوال زلوتشان رد شد. خمینی چرا المپیک نرفت؟ حتما میگوین این دیگه چه سوالی چرتی است. خمینی کجا؟ المپیک کجا؟ الان عرض میکنم خدمتتون. تو همه سوتی بازارای نظام این دفعه تابناک سوتی اولا کشید. این یه سوتی بازار است که همه تاب و دولا توش قلم میکشن. ببخشید قلم میکشن، یعنی قلم میزنن. خلاصه هر بلایی بگین سر قلم میارن. حالا اینا داشته باشین، اسایتی تاب و دوله ها. در آثار خمینی 95 بار واژه ورزش به کار رفته است. حالا بتا دارن تو آثارش میشورن ببینن که چند تا واژه شیطون داره تا ارادتش به ابلیس روشن بشه. هنوزم شمارش تموم نشده است. حالا سوتی بعدی هولا هوشی 3 سالگی ها هاجر خانوم، واسه اینکه موقع بازی شانسی خفه شدن شما پیدا نکنین به شنایت بده است. میگوین مایکل فیلپس وقتی اینا شنید دو روزی تمام گولی گولی اش میریخت. آخرش هم تو دادگاه ایالتشون از مامانش شکایت کرد. من هنوز توش موندم که این یارو تاب و دوله کائنات تو تابناک نوشته است، چرا این اطلاعاتی مهم و تا حالا از بشریت قائم کرده بوده است. احتمالا بازاری دست رو کنی داغ است، اینم خواسته یه آسی رو کند. حالا سوتی های بعدی خمینی گفته است لکن من خودم ورزشکار نیستم ولی ورزشکارا را دوست دارم. این جمله خودش برای این تاب و دوله ها سندی ورزش دوستی خمینی است. نخندین دا. حالا بعدی اگر عمقی لازم را میافتند به گونه ای مهارت هایی خود را در شیرجه و پشتک زدن به نمایش میگذاشتند. در حدودی 4 سالگی خاور خانوم به او فنونی سوارکاری آموخت. از 2 سالگی به کشتی گرفتن با برادرش نورالدین علاقه نشون داد و از همه مهمتر خانواده ایشان محلی را با کاه فرش کرده بودند تا بچه ها هنگامی کشتی گرفتن صدمه نبینند. هر دو دستا دو پای ایشان در اثری پرش از ارتفاع شکسته بود. الحمدلله. حالا فهمیدی؟ پا بگو یارو دستا پا شکسته بودست، اگه نه حالا تو المپیک بود و اونزارم به گنگ کشیده بود. فعلا تا یه سوتی دیگه از سوتی بازاری نظام، خداحافظ شما.